دوباره برگشتیم دوستان عزیز. قسمی که براتون گفتم در برنامه مهمان می داشته باشیم، یکی از ورزشکارای خوب، یکی از دختر بانوانی که در تیم ملی فوتبال بانوان بازی میکنن که سامر جان امغاسی هستن، در استودیو با ما هستن. سلام سامر جان، روزتان بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. سامر حماسی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان و مهمان برنامه شما. زنده باشین سامر جان. در این اواخر مشکلاتی که در فدراسیون فوتبال خصوصا بر بانوان پیش شد و این سفر اخیری که شما داشتین، اول شروع میکنیم از سفر اخیرتان که مسابقات مرکز آسیا بود در کشور ازبکستان. میشه بگین که به این مسابقات چقدر آمادگی گرفته بودین و خصوصا ورزشکارای ما که در خارج از کشور هستن و میامدن در این بازی ها اشتراک میکردن نامدن، بر چی اساس بود که نخواستن اشتراک کنن و بازی هایتان با کدام کشور ها بود که شما یک سلسله گپا بود که بخاطر که دخترای خارج از کشور حضور نداشتن تیم ملی ما زیاد گل خوردن و گپ های دیگه که بود؟ خوب، اولین بار بود که تیم ملی فوتبال به عنوان افغانستان از جنوب آسیا به مرکز آسیا مداد و این اساس ترین بازی بود که باید حتمی بود که فدراسیون فوتبال تیمی را تشکیل بده که باید حضور داشته باشه و حضورش حتمی بود. داله. و به خاطر از همین زمانی که ما گاهی پیدا کردیم فقط 6 ماه یا 8 ماه موقع داشتیم که در جریان همین 6 ماه 8 ماه ما همه روزه تمرینات خود سپری میکردیم. هر روز از ساعت 1 بجه ما تا 3:30 بجه دانمو هفته که درجهش 40 درجه بود، همه دخترها در اونجا با همه مشکلاتی که در جامعه ما است، رابندان، تظاهرات، اینا به نحو بازیکنها خود میرساندن که تمرینات خود ما جریان داشته باشه. و ای که بازیکنهای خارج از کشور چرا در این مسابقات حضور نداشتن، با وجودی که در مسابقات قبلا که ما در جنوب آسیا بازی میکردیم و مسابقات دوستانه که برگزار میشه اونا همیشه حضور میداشته باشه میداشتن و بیشترین حضور بازیکن از خارج میبود و از داخل تقریبا 6 نفر یا 10 نفر میبود و دیگه تمام ترکیب از بازیکنهای خارج میبود. و اینا چرا حاضر نشدن؟ به دلیل از اینکه در سفر اردن که ما زمانی رفته بودیم مسابقه دوستانه داشتیم، رسمی بود. در اونجا که رفتیم تقریبا 12 نفر از کابل اشتراک کرده بود و 11 نفر و یا 12 نفر 12 نفر از خارج با تمام امو کسایی که مسئولیت مسابقه داشت تمامش از خارج بود و 2 مربی و یا هیئت از کابل بود. زمانی که رفتیم در مسابقه دوستانه که با کشور اردن داشتیم دو بازی، اینا تمام لباس های اینا رو مسئولیتش خدای خالده پوپل داشت که اونا لباس ها رو بر ما میدادن و ما دخترای که از کابل بود، چون ما کدام مشکل نداشتیم، چون ما با مو حجاب اسلامی با مو فرهنگ کشور ما حجاب میکنه در داخل کشور هستیم، ما مشکل نداشتیم لباس با حجاب با مو بلوز برجست که هسته با لباس ورشی پوشیدیم. دخترای که از خارج آمدن اونا نپوشیدن، بر از اونا داده نشد و خودشان هم نخواستن، چون حتما نمیخواستن که برشان داده نشد. اینا در مسابقات ظاهر شدن و بعد از او که ما کابل آمدیم با بسیار مشکلاتی که از طرف مردم دیدیم، از طرف خانواده دیدیم، واکنشهایی که حتی دولت بر ما نشان داد، مردمی که بود در صفحات اجتماعی در رسانه ها نشان داد، فدراسیون فوتبال کنم سامر جان که عجب قاف میخواست که فدراسیون فوتبال به سامر مالی معرفی کنن و به تعلیق برن. بله، به خاطر از امی که ما در یک کشور سنتی و یک فرهنگی هستیم و یک کشور اسلامی است، باید با حجاب اسلامی مثل کشور اردن، مثل کشور ایران که کشور اسلامی هستن، با حجاب اسلامی داخل بازی میشن. و عجب قاف هم به این وقت واکنش های مردم دید، گفتن چرا عجب قاف خاموش هسته. به این دلیل اونا خواستن که فدراسیون فوتبال به تعلیق ببرن. بعد رئیس فدراسیون مشکلات که خلق کرد، به جابی را که کرد و تمام گپا را که انجام داد، بعد فدراسیون فوتبال به خاطر دلخوشی مردم، به خاطر از اینکه مردم دوباره امی یعنی عکس العمل مردم در جوابش پاسخگو باشه و حمایت کنه از گپ از او، به خاطری که ما در کشور زندگی میکنیم فرهنگی است و در حضور تمام رسانه ها معذرت خواهی کرد که یعنی بعد از این یک اشتباه شده، بعد از این چنین عملی انجام نمیشه. و ما چند مسابقه داشتیم، در 4 مسابقه داشتیم که در جریانی که ما در سفر رفتیم از همین دخترایی که آمده بود فقط 4 نفر در این مسابقات اشتراک کرده بود، دیگه بازیکن‌ها هیچ کدامشان قرارداد امضا نکردن. و نظر با معلوماتی که مدارم از یکی از دخترای خارج پرسان کردم، گفتن خالده پوپل به تمام دخترایی که در خارج از کشور هستن برشان گفته قرارداد امضا نکنین، بانه که تیم افغانستان ببینیم چه قسم اشتراک میکنن که فدراسیون خودش مجبور شوه و پشیمان شوه، خب گل بخورن پس شما را دعوت کنن.
یعنی به این معناسته که یعنی منافع شخصی خود بیشتر در نظر میگیره. اینا ایره در نظر نمیگیره تمام بازیکنه که در خارج هستن. شما به نام افغانستان میخواین بازی کنین. سامه جان به نظرت دلیلی که دخترو قرار دادن جا نکردن چی بود؟ دلیل عمده شمی که یعنی ما نمیتونیم با جواب اسلامی بازی کنیم و یکی اونا تو فکر کرده بودن چونی را باید از خود قرارداد بود که یعنی شما زمانی که در یک کلب بازی میکنین و یا بازیکن تیم ملی هستین شما میتونین، اما در دو تیم ملی بازی کردن نمیتونین. مثل از اینکه مثلا نادیه ندیم است در تیم دنمارک تیم ملیش بازی میکنه و تابعیت اموجی اداره داره، نمیتونه یک بازیکن هم تابعیت هم در تیم ملی کشوری که تابعیت از رو داره هم در اونجا بازی کنه هم در تیم ملی کشور خود بازی کنه. یعنی در کلاپا میتونی بازی کنی، در تیم ملی خود نه. اونا ایر اشتباه درک کرده بودن و ایر از خالده پرسان کرده بودن و خالدان برای یک نحوه دیگه برشان رسانده بود. شما قرارداد فدراسیون فوتبال روان کرده بود، شما باید کانتکتان با فدراسیون فوتبال می بود که شما میتونستی حضور داشته باشی و زیادترشان هم طرفداری از اونا میکرد. یعنی هویت ملی منافع ملی را فکر نکردن. وقتی که یک دختر میتونه که تمام بازیکنان که در اروپا و امریکا هستن زیر دسترس خود قرار بده و یک تیم یک باند خود از اونها تشکیل بدن، منافع ملی را فکر نکنن، آبروی عزت یک کشور فکر نکنن، پس تهمتایی که امروز شده او برشان یک گپ عادی است. سامه جان دلیل شکست های پی در پی تیم ملی بانوان چی بود؟ آیا کم تمرینی بود یا هم تیمایی که در مقابل شما بود تیمای خیلی قوی بودن؟ یکی که تیمایی که در مرکز آسیا هستن، طبعا مرکز آسیا تیم های هستن که خیلی قوی هستن. ازبکستان امروز ببینین، ایران ببینین، تاجیکستان ببینین، ایران در سطح آسیا در رده 32 قرار داره و ازبکستان در رده فکر کنم 84 قرار داره، اما افغانستان رو سعی کنین در رده 194 قرار داره. حالا که با این نتایجی که در آخر گرفتیم شاید خیلی سقوط کرده باشه، اما ای به این برمیخوره زمانی که ما در مسابقات میخواستیم میایم و در بازی های قبلی تعداد زیاد دخترها در بازی ها اشتراک میکردن، اما در این بازی ها فکر کردن ما که نبیم افغانستان هم فدراسیون فوتبال هم نمیتونه تیمی روان کنه، به خاطری که تعداد بازیکنایی که مثلا قبلا بودن بیشترشان رفتن خارج از کشور رفتن و بیشترش نظر به مشکلات فامیلی نتونستن که حضور داشته باشن. اما ما در ترکیب تیم دخترایی که 15 ساله 16 ساله 17 ساله است از ردای سینی ما در ترکیب تیم جاگوزین دخترای که از خارج میان جاگوزین از اوها کردیم، بخاطر که اگر ما در این مسابقات اشتراک نمی کردیم تیم فوتبال افغانستان بانوانش در لیست سیای کفا می رفت، یعنی نمیتونست که برای 2 سال یا برای چقدر مدت نمیتونست در او اشتراک کنه، اما حضور ما حتمی بود که در این مسابقات حاضر شویم و تمرینات ما دو ماه تقریبا 8 ماه یا 6 ماه ما تمرینات متواتر داشتیم. تیم هایی که 5 سال 6 سال 7 سال و تمرین دارن به کف آمادگی میگیرن، اما ما که با اینقدر مشکلات روبرو هستیم با 8 ماه هیچ چیزی نیست. اما این نتیجه قناعت بخش است، با وجودی که اقدار اتهامات شد، اقدار مشکلات خلق شد، با روحیه ما بازی شد، با ای که یک جنگ فکری در بین تیم قرار داشت، دختره که زیر سن امرای مادم بازی اولا خیلی بد باختیم، بازی دومه با تیم قدرتمند آسیا ایران 6-0، بازی دومه ترکمن امرای قرغزستان یک تیم خیلی قوی است با او امرای از او 1-0 و او هم به در پنالتی باختیم. خیلی یک جواب قانع کننده و یک نتیجه قانع کننده بر مردم هست. مردم باید ما را درک کنند که با اونجا دخترای خردخور بودن وقتی ایگا پارا شنیده بودن از فامیلشان زنگ میمد میگه فی چی جوریان داره، دخترایی که اولین تجربهشان با تیم ملی بود، دخترای خردسال هر کدامشان بی گریه میکردن، هر کدامشان با چی حالتی اونا دردناک قرار دادن، طرف هر کدامش میدیدی رنج میبردی، این چقدر سر روحشان تاثیر داره و با این گپا ما در مقابل تیم حاضر میشدیم. سامه جان خودت من حیث دختری که تقریبا فکر کنم 8 سال یا 9 سال میشه که در تیم ملی عضویت داری و بازی میکنی، چقدر اتهامات رد میکنی؟ چون دمقدر سالهایی که خودت در فدراسیون فوتبال بودی فضای فدراسیون چی گونه بررسی کردی با دخترها با تیم بانوان و امروز اتهامات منشأش از کجا است به نظرت و چرا اتهامات سر فدراسیون فوتبال خصوصا تیم بانوان شد؟ ببینین ما هر کس، هر دختر، هر بچه که هسته میخواه به یک رشته فوتبال علاقه داشته باشه میتونه به او آرزوهایش برسه. بله. و زمانی که میخواه یک رشته ورزشی را انتخاب کنه آرزوی هر کس هست که عضویت تیم ملی را داشته باشه. بله. و ای بر میگرده به فامیلا که محیط یک جای دیده دختر خود یا بچه خود تشویق میکنن که در مو رشته پیش برن. بله. و مدت 8 سال 7 سال است من عضویت تیم ملی را دارم. بله. زمانی که ما خودم یک دختر هستم، از دل یک دختر آگاهی دارم و از دل یک دختر میام، زمانی که یک محیط خراب باشه که باز فامیل ما
مایی یک بار دوبار جا کمیته والدین است میاین میبینه جا دیدن میکنه فضای خراب باشه مرا اجازه میده دو تو محیط باشم اصلا اجازه نمیده با در شرایطی که ما در داخل افغانستان هستیم زندگی میکنیم و در این مدت ما همچو چیزی همچو گپی اصلا ندیدیم اگر میدیدم حتما این را بیان میکردم و منشه ازی گرفته میشه که اینا زمانی که از خالده پوپل خواستن قرارداد امضا کنن قرارداد امضا نشد از خالد پوپل دعوت نشد از بازیکنای تیم ملی خارج دعوت نشد وقتی قرارداد امضا نکردن پسی به این برمیگرده که اینا به خاطر منافع شخصی خود همچو اتهامات و این زیادتر حالا در ای اواخر که ما میبینیم زیادتر جنبه سیاسی داره ما ایره میگم چرا به خاطر مسائل سیاسی خود با آبروی عزت ما بازی میکنن چرا به خاطر ازی که تو منافع شخصی زیر پا شده چرا از نام دختر استفاده میکنی به خاطر ازی از نام دختر استفاده میکنی که مظلوم ترین قشر در جامعه امروز همی دختر است و تو در گاردین رفتی از این گپ پخش کردی ما چی بفهمم هزاران مردم دیگه که درست آگاهی ندارن چی بفهمم که تو به او رسانه پول دادی تا ای که خبرتو را پخش کنه زمانی که تو از هومل حمایت خود از تیم ملی لباس را که هم یعنی اسپانسر میکرد بعد از این اسپانسر نمیکنه خب خودت نماینده افغانستان هستی که از او حمایت میکنی حتما خودت گفتی ما دیگه نمیگم چون نماینده هومل خودت هستی در افغانستان ولو سارنولی میگه ما از گاردین و هومل مطرح میخواییم زمانی که شما این خبر را پخش کردین سرحد خبر را قرار دادین و شرکت هومل که حمایت خود دوباره پس گرفت حتما کدام مدرکی داری پس مدرکتان روان کنی تا حالا هیچ مدرکی حضور نداره دو هفته از این قضیه گذشته قسمی که من خود منبع خالد پوبرزای صحبت داشتم خالد پوبرزای به من گفت که من برش گفتم که من برای دخترای تیم ملی من خودم در افغانستان هستم چون خالد در افغانستان زندگی نمیکنن و مثل که امرای شما نیلابدان کاپیتان تیمتان است و امرای دخترای دیگر که در تیم فوتبال هستن صحبت داشتم اونا گفتن که با ما هیچ کدام آزار اذیت جنسی نشده و ما از فدراسیون راضی هستیم و خالد پوبرزای را میگه که دخترای هستن که امرایشان ای کار شده اما اونا نمیخوان که گپ بزنن و دخترای هستن که ضعیف هستن مثل نیلاب یا مثل سامه مثل از اینا دخترای نیستن که بتانن صحبت کنن بتانن گپ بزنن و از حق خود دفاع کنن خوب زمانی که یک دختر در این مدت 8 سال یا در این مدت فکر کو کمترش فکر کو 2 سال مورد آزار اذیت قرار گرفته باشه تا حالا حتما خودکشی میکرد یا ای که فامیلش از ایگه آگاهی پیدا میکرد میامد در رسانه ها میامد در فدراسیون فوتبال دلوی سارنولی که از پیشوریش گرفته نمیتونه یا پیشوری فامیلش گرفته نمیتونه میرفت اونجا شکایت میکرد ما حقوق بشر داریم وزارت امور زنان داریم مثل ازی هزاران نهاد جامعه مدنی داریم مثل ازی هزاران نهاد داریم که به خاطر خانما کار میکنن چرا نرفتی از این طریق سازش دخترها مظلوم نیست دختری که در افغانستان است در بدترین شرایط قرار داره از حقوق تا آگاهی داره عالم تو را که در دنمارک هستی چندین ساله است حالا تو نتانستی که تابیه تو کشور را بگیری تا از جو صدای تا کشیده میتونه یک دختر که اینجا قش خورده شده صدای خود کشیده نمیتونه امروز یک طفلی که 5 ساله در افغانستان است از حق حقوق خود آگاهی داره از حق خود دفاع میکنه چطور یک دختر میتونه چوب باشه با وجودی که بزرگ سامه جان خودتان در سفر اردن در کمپ تمرینی حضور داشتین مدت چند روز بود و خودتان که شمدید خودتان بگوین که امرای دخترها چی رقم رفتار میشد کسایی که امرای شما بودن مربیای که امرای شما بودن رفتار اونا با شما چی رقم بود که این رقم اتهامات امروز صورت گرفت با خدا ما در ایران هستم که چطور ما در تیم بودم همچو چیزی را ندیدیم و چطور وا خجالت نمیکشن که دروغ میگه امی خاله در صد بار در رسانه ها ظاهر شدن گفتیم بیا تو خدا شاهد است اونجا بیا حاضر شو دستگاه بیار چیز یا خود در افغانستان بیا امیر قضیه را مکمل روشن کن در سفر اردن تقریبا 8 روز یا 9 روز بودیم باز دو مربی که از کابل رفته بود که اتهام اصلا سر از موها شدن اصلا اونا اجازه وقتی زمانی که جلسه گرفته میشد اونا را کس نمی آمدن اونجا میشنن حتی جرات از زیر نشتن گپ بزنن حق برشان داده نمیشد تمام مسئولیت مربیای که از خارج هیلی و کیلی و حتی دکتر و کسی که تمرینات فتنس هم میداد از خارج بود خود از اینا مربیای که از داخل رفته بودن تمرینات اونا اصلا اجازه نمی خالده اجازه نمیدادشان که اونا تمرین بتن اونا میرفتن در جای تماشاچی در بالا عکس ها ویدیو ها تمام چیزا پیش شما است که من میتونم به همگی نشان بدم که مربیای داخلی حتی در داخل تمرینات اونا رو کس اجازه نمیداد مثل یک چیز ناچیز اونا رو ارزش کس نمیداد بازیکنایی که از کابل رفته بود بر از اونا اصلا
ای تو فکر میکردن که یا یک چیز ناچیز هستن از افغانستان آمدن، اما تو ایره نمیفهمی که بنام من دختر افغانی که در داخل افغانستان تمرین میکنم، تو بنام من از خارج از اروپا میایی. هیچ چیزی نشده بود. اگر زمانی همچون گپی شده بود ما بازیکنها از داخل بودیم. امی دخترایی که مثلا از داخل کشور خبرنگار در یکی از رسانه ها ازش پرسان میکنه که دختری که مورد آزار اذیت قرار گرفته از داخل بود یا از خارج، میگه از داخل کشور بود و پای شوگر شده بود، مربی با چی در حریزی برنامه های کناجور کرده بیان میکنه که اصلا با یک دختر که تو صدای تکشیدی و قسم بگوی باید با ثبوت پیش بری. سامه جان شما من حیثی یک بازیکن تیم فوتبال بانوان کاملا اینا را اتهام میدارین و رد میکنه؟ رد میکنم، بخاطر میگه بازیکن داخل افغانستان پایشاگار شده بود. در بازی هایی که ما داشتیم بدون ماینیلاپ هیچ دختر در بازی ها چانس نگرفته بود که پایش اوگار شوند. و زمانی که تو مطرح داری دختری که مورد آزار قرار گرفته و شخصی که متهم است، امورا پیش کو که امو نفرم به متهم است به سزای اعمالش برسه و امو دختری هم که مورد آزار قرار گرفته از حق حقوق امزوم هم دفاع شد که من در کنارت به افتخار برم از حق حقوق امو دختر است دفاع کنم. زمانی که همچو گپی نشده به خاطر دو دختر سه دختر که به خاطر کیسی که در خارج برن قبول شوند اتهامات بسته میکنن، خب یار مطرح تا پیش کو که ما مزیر بار خود در مشکلات در جامعه خود در فامیل خود در جای کار خود که با هزاران مشکلاتی که به سر بلندی نمیتونیم گپ بزنیم که اتهامات سرتان شده ما ازمی بیرون شویم. سامه جان بعد از اینکه شما افغانستان آمدین و این اتهامات که شد، رفتار مردم و خانواده هایتان همراه شما چیگونه بود و شما چیگونه بررسی میکنین ورزش دختران که آل خیلی ما مشکل داریم قبل از اتهامات که اصلا خانواده دل نمیکرد که دخترها را اجازه بدن، بعد از این شما فکر میکنین که اونا جرات میکنن که دخترهاشان را بارن که ورزش کنن و ما چطور بتانیم که خانواده را دوباره قناعت بدیم که چنین گپ نبوده؟ زمانی که ما اینجا آمدیم فامیلا دیگه اصلا ما را اجازه نمیداد که ما دوباره تمرینات خود شروع کنیم. حتی فامیل ما برام گفت بعد از این دیگه گفت نام فوتبال نگیریم. گفتی چه قسم گپ هاست؟ گفت ما که رفت ما زمان قرارداد امضا میکردم از ما بیادر من مادر ما رفته بود که قرارداد امضا کنم و زیاد مشکلات خلق حتی بعضی دخترایی که در ولایت ها رفته نمیتونستن و حتی به فامیل خود گفته نمیتونستن که ما بازیکن تیم ملی هستیم. حالا که فامیلشان میفهمید که همچو گپی نیست اونا را اجازه میداد، حال حتی اونا را اجازه نمیتن که دوباره به فوتبال خود آغاز کنن و آنقدر مشکلات بر ما خلق کرده که حتی دختران نمیتونن که به دانشگاه برن، دختران نمیتونن مکتب خود دوباره بدن و جامعه ما مردم ما حتی ما نمیتونیم در جامعه سربلند بگردیم، در کوچه، در بازار، در وظیفه خود. هر کس که میبینه با یک حتی در لوی سارنوالی که ما رفتیم تعداد 40 نفر دخترها یا 27 نفر بیشتر از این ما رفتیم که همراه لوی سارنوال بگم زمانی که تو همچو گپی نبود وظایف اعضای فدراسیون رو به تعلیق بردی پسی به ایمان است که حتما کدام گپی بود. وقتی کدام گپی بود خب مدرک تا پیش که بگوینی تعداد نفر است که مو مشخص ما به جزای اعمالشان برسند. پس این تعداد افرادی که در خودمون نهاد کار میکنن به یک نحوی امرای ما برخورد میکنن، حتی خانم تعداد خانمایش بود میگه دخترای بی عزت، دخترای گولای کنه چه کده. یک زنی که حامی خود یک زن باشه در نهاد دولتی لوی سارنوالی کار کنه، مردا سگرت به دستشان طرف سعی میکنه یک خنده میکنه که خندش هزاران معنا هزاران تمسخر داره. وقتی در نهاد قسم یک گپ باشه در کشوری که من زندگی میکنم با قسم مشکلات روبرو باشم، تو خالدی که تو در دنمارک هستی صدای تو میکشی صدای تو را کلگی مشنوه، از رئیس جمهور گرفته تا حقوق بشر و وزارت امور زنان هزاران دختری که جسته صدای زیر هیچ کس نمیشنوه. تا بال از وزارت امور 100 دفعه به موموینش زنگ زدن به رئیسش جواب ندادن. اما قسم حقوق بشر، اما قسم رئیس جمهور، اما قسم لوی سارنوال، لوی سارنوال سامه جان رئیس جمهور اشرف غنی یک تیم از المپیک دعوت کرده بودن بخاطر مشکلات شما. به نظر شما این کارشان درست بود؟ شما رو باید دعوت میکردن و مشکلات از شما باید جویا میشدن یا ای که رئیس المپیک و بعضی کسایی که در تربیت بدنی و ایفای وظیفه میکنن اونا رو دعوت کردن؟ در این کارشان مرا هم خندیم میگره هم ای که بسیار افسوس میخورم. المپیک چرا دعوت کردی؟ فدراسیون فوتبال اعضایش دعوت میکردی، تک تک ازش پرسان میکردی، اعضای تیم ملی که با اتهام سرش وارد شده باید ما رو دعوت میکردی. المپیکی که ماها سالا بگذره از دختر تیم ملی پرسان نمیشه، دعوت نمیشه که شما چی مشکلات داری. حتی عصریه که ما در ماه 1000 افغانی که ما ماش داریم و در روز 35 رو پا فکر کنم میه
4 سال ما نگرفتیم نظر به مشکلاتی که بین فدراسیون و تربیت بدنی و المپیک بود ما نگرفتیم. دو ماه یا سه ماه میشه یسریه به ما داده میشه. از ما پرسان نمیکنی اونا را خواستی. چی گفته اونا را خواستی؟ ما را دعوت میکردی، مشکلات ما را پرسان میکردی که می واقعیت است یا نیست. اگر واقعیت بود کسایی که همچو گپی بالا شده بود یا کسایی که متهم بود به جزای اعمالش میرسید. سامه جان، قسمی که کلگی با خبر است، وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال و 5 اعضای دیگر فدراسیون فوتبال و تعلیق رفته و اتوریا که قرار است که فدراسیون فوتبال هم 2 سال به تعلیق بره. اگر این کار شوه، شما که عضویت تیم ملی را دارین، بانوان و همچنان بچه‌هایی که در تیم‌های ملی مختلف بازی میکنن، واکنش‌هایتان چی خواهد بود و شما چی خواهد کردین که دوباره شما تمرین کنین؟ چون شما اگر فدراسیون به تعلیق بره 2 سال از تمرین باز میمونید. خب اینجا بسیار شاید تنها من که دختر هستم نه، در فدراسیون فوتبال در 34 ولایت فعالیت داره، در بخش دخترها و در بخش بچه ها فدراسیون های تیم های مختلف هستن، بخصوص لیگ برتره که زونایش مرکزش و تمام تیم هایی که تشکیل هسته 8 تیم هسته اونا حضور میداشن و تمام بازیکن هایی که امروز فکر کنم اینا تحصیلات عالی دارن اما وظیفه یا کار به دسترس ندارن و تنها دلخوشیشان فوتبال است و همی به تیمای مختلف بازی میکنن، از او پول به دست میارن. زمانی که فدراسیون فوتبال به تعلیق باره و آرزوها و دلخوشی های بچه های جوان، دخترای جوان از بین باره، پس جوابگوی از یا کی میباشن؟ آیا یمی بچه های جوانی که امروز از تنها دلخوشیشان فوتبال است و هدفشان فوتبال است از طریق همی فوتبال پول به دست میارن یا با مواد مخدر رو نمیارن؟ ای بچه ها به سرقت دست نمیزنن، مثل ازی هزاران کار شاقره یا انجام نمیتن، هزاران کار خلافه یا انجام نمیتن، به خاطر که سرگرمیشان فوتبال بود و مثل ازی هزاران خانواده که دلخوشیشان فوتبال بود یا از بین بره. پس خود شما فکر کنین که فوتبالی را که میخواهن سیاسی بسازن، ورزشی را که میخواهن سیاسی بسازن، ای چقدر تاثیر گذار میباشن. پس ای به این ماناسته که ما نه حکومتی داریم، نه دولتی داریم، نه کدام پاسخگو به سوال داریم که سوالای ما رو جواب بده و ای فکر کنم خیلی مشکل میشه به تمام جوانا و به تمام ملت افغانستان. واقعا صحبت های خیلی خوب داشتیم امرایتان سامه جان، به دلیل از اینکه وقت برنامه به پایان رسیده باید صحبت های خودم اینجا به پایان برسانیم و اگر کدام گفتنیت مانده باشه، کدام گفت به دلت مانده باشه سامه جان، یا پیامت میشه از طریق تلویزیون جوانان افغانستان که کمره هایش در خدمت تمام جوانان هست و همی جوانان هست، میشه که بگویی. فقط پیامم اول بر مردم افغانستانی است که گوسفندی نباشن، باید چیزی که حقیقت است حقیقت بفهمن. و دیگه پیامم به خالده پوپلی است، زمانی که هدایی داری بالای شخصی باید او را مشخص بسازی و دختری که مورد آزار اذیت قرار گرفته او را مشخص بسازی تا ما بتانیم دوباره به سربلندی فوتبال خود و به فعالیت های خود آغاز کنیم. و ما تنها ما نیستیم که تنها هدف ما فوتبال باشن، ما درس داریم، ما وظیفه داریم، از خود هزاران فعالیت دیگه داریم، بتانیم به سربلندی به فعالیت های خود برسیم. زنده باشین. تشکر سامی عزیز که لطف کردی در برنامه با ما بودی و صحبت های خیلی خوب داشتیم و امیدوارستم که کسایی که همیشه پیشان سوال بود راجع به امی اتهاماتی که در فدراسیون فوتبال خصوصا بر بانوان صورت گرفته بود، اما از زبان خود یک پلیر، یک کسی که در تیم ملی فوتبال مدت 7 سال یا 8 سال میشه که بازی میکنه، شما گپاش شنیده باشین و مو ذهنیتی که در ذهنتان بود امو برطرف شده باشه. تشکر سامه جان که لطف کردید در برنامه مهمان ما بودید. دوستای عزیز، حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه با ما باشید.